مدرسه ای در چادر و معلمی که چند کلاس رو در یک محل برگزار میکنه. این نمونه ای از هزاران مدرسه در مناطق روستایی و عشایری کشور هستش با کودکانی که در این عصر و در کشوری به ثروت ایران به سر میبرن، ثروتی که روز 16 خرداد روزنامه حکومتی مردم سالاری درباره اون اینطوری نوشت: فقط درآمد نفتی کشور بیش از 100 میلیارد دلار در سال است، اما فرزندان عشایر ایران از حداقل‌های شناخته شده درس و مدرسه محرومند و بهای اون رو البته با تباه شدن آیندهشون میپردازند. به یک نمونه از مدرسه های منطقه عشایری کوکیلویه و بوی رحمت به نام مدرسه انصار مشایخ نگاهی بکنید. چون برنامه کاری اینه که 8:30 باید رو کلاسم باشم، ساعت 7 بلند میشم، یعنی 7 صبح حرکت میکنم، میام کنار جاده، سوار ماشین یا یه تاکسی دربست میکنم، کنار این جاده پیاده میشم، بعد همینطوری پیاده میرم. من دانش آموز دارم که 2 تاش انتقالی تازه گرفتن، الان 4 تاش دارم، کلاس اول، سوم و پنجم، سه پایه الان دارم. خب کلاس سوم شما چی دارین آقا الان؟ فارسی درستون کجاست؟ خب کتاباتون رو در بیارین. کلاس پنجم شما چی دارین؟ جغرافی. جغرافی تا در بیار، درست بخون، شروع که بخوندن. آقا حواستون به خودتون باشه، شما حواستون به خودتون باشه. کلاس سوم شما بشین، با هم بشینین. آقا بشین، پنجم بشین. مجبور میشم با کارهای خودم، خلاقیتی که خودم دارم، اینه با بچه های عشایری کار کنم و سایر آزمایشی اگر کم بود داشته باشم خودم درست میکنم، خلاقیت خودم به خرج میدم. با کلاس اولیا بیشتر بازی میکنم، ادا در میارم، شعر میخونم، حتی ترکی میخونم. بعد کلام خب نگاه کن، ایده خیلی بیکس بدبخت گناه داره، گریه نکنی وقتی براشم.